یکی از نکته های مهمی که توی سریال هاوس آف دراگون داره دیده میشه اینه که زیاد به خنجر والریون دارن اهمیت میدن و در مورد صحبت میشه و در مورد اون پیشگویی و اون شاهزاده موعودی که قراره بیاد و کل وستروس رو نجات بده زیاد میبینیم دارن صحبت میکنن و خب از سریال گیم آف ترونز و این اتفاقاتی که اینجا داره میفته دارید متوجه میشید که اون کسی که قرار بود همه رو نجات بده جان استون بودش، ولی توی اتفاقاتی که توی گیم آف ترونز افتاد متوجه شدید که آریا کسی بود که نایت کینگ رو کشت. و با توجه به اتفاقاتی که داره توی این سریال میفته همه چی داره میره سمت این که نشون بده کسی که باید کار نایت کینگ رو تمام میکرد جان استون بوده و احتمال برگشت اون یه طورایی وجود داره. و توی این ویدیو قرار رو بریم سراغ این پیشگویی که ببینیم اصلا داستانش چی بود و یه چند تا نظریه هم در موردش بهتون بگم و با هم دیگه جنبندی در مورد این اتفاقات و از طرف دیگه این خنجری که توی این فاز زیادم بهش توجه شد داشته باشیم. فقط قبلش شاید باشه که یه لایک به ویدیو بدی و همونطور که میدونی من شاهینم، از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. بزن بریم. اول بیایم در مورد این پیشگویی با هم دیگه صحبت بکنیم، اصلا ببینیم چیه داستان این پیشگویی که یه مقدار درک بهتری داشته باشید. اگان فاته کسیه که توی رویای خودش اینو میبینه که یه نیروی تاریکی و پلیدی از سمت شمال میادش و قرار کل وستروس رو از بین ببره و تنها کسی که میتونه جلوی اونا رو بگیره یه نفره که از خون اگانه و اون کسی که بعدها باید پادشاه بشه روی تخت بشینه و این چیزی که در موردش بارها صحبت شده. حالا کلمه پرنس توی زبان های والاریان مخصوص یه جنسیت نیستش، یعنی از نظر جنسیتی یه کلمه خونساییه، یعنی معلوم نیست مرده یا زنه. به خاطر همینم هستش که توی داستانی که ما دیدیم بارها به کاراکترهای مختلف اشاره شد، مثل استینس و جان و دنیا، از طرف دیگه آریام حتی بهش اشاره میشه و میگه احتمال داره اونم کسی باشه که توی پیشگویی اومده باشه. توی پیشگویی میگه که این شاهزاده بین نمک و از طرف دیگه دود متولد میشه و کسی هستش که شمشیر لایت برینگر رو همراه خودش داره و با اون شمشیر شروع میکنه با تاریکی مبارزه کردن. حتی میگن که این شاهزاده یه طوری تناسخی از اون آزوراهای معروفه که یه جنجوی افسانه‌ای که تو اون دوره شب طولانی که اتفاق افتادش اومد و با اون نیروهای پلیدی یک بار مبارزه کرد و اونا رو دورشون کرد. حالا ایگان اینو توی رویای خودش دیده و گفته که این شخص قراره که بیادش و یه روزی دو مرتبه مبارزه رو انجام بده و اونا رو از بین ببره و این چیزی که به اسم نغمه یخ و آتش معروفه و خب این چیزی هم هستش که دید روی خنجر والاریان هم حتی ثبتش کردن و رونون هم نوشته شده. نکته جالبی که در مورد این خنجر وجود داره اینه که اگه دقت کرده باشید اونم مثل اون حلقه یگانه‌ای که توی ارباب حلقه هم هستش، وقتی که حرارت بهش میخوره اون چیزایی که روش نوشته شده پدیدار میشه، که نکته خیلی جالبیه. نکته بعدی اینه که این مجموعه، اون اسم نغمه یخ و آتشی که داره در مورد صحبت میشه، اسم مجموعه کتابای گیم آف ترونز و خب دیدیم که هم سم هم از طرف دیگه وسریس هم اینجا داره به این داستان اشاره میکنه و خب این پیشگویی هم نسل به نسل و سینه به سینه از پادشاه قبلی به هم دیگه همینطوری رسیده تا به وسریس و بعدش هم که اون به رنیرا میگه. فقط نکته بعدی که وجود داره اینه که احتمالاً رنیرا میاد و این داستان پیشگویی رو به پادشاه بعدی نمیگه و یعنی به طرف سبزایش اشاره نمیشه و اونو به پسرای خودش و بچهای خودش میگه تا اونو منتقلش کنن. حالا این حرفو برای چی دارم بهتون میزنم؟ به خاطر اینکه اصلا توی داستان گیم آف ترونز هیچ اشاره ای اون ابتداش به این خنجر نمیشه و اصلا در مورد اون پیشگویی صحبتی نمیکنن و به نظر میادش که مارتین بعدها اومده اینو به داستان اضافه کرد و از طرف دیگه ای هم الانم که میبینیم توی این سریال داره بهش اشاره میشه، همش به خاطر اینه که یه تلاشی بکنن اون داستان گیم آف ترونز یا تو رو احیا بکنن و بتونن مخاطبا رو باهاش راضی نگه دارن. حالا این خنجر اصلا کجای داستان گیم آف ترونز این سریال دیده شدش؟ اونجایی که میان یه قاتل استخدام میکنن تا بیان اون داداش قصه گون که بعدن هم پادشاه میشه چون قصه زیاد بلد بوده رو بکشنش و تو اون درگیریه که اون خنجر برای اولین بار دیده میشه و خب بعد از اینم که اون شکست میخوره اون خنجر رو اونا به دست میارن و بین کاراکترهای مختلف اون میگرد و اونا میبیننش. نکته ای که در مورد این خنجر وجود داره اینه که اونا وقتی که خنجر میبینن به خاطر اینکه از اون فلز والاریان ساخته شده متوجه میشن که برای یه آدمی بوده که ثروتمند بوده تونسته این خنجر رو به دست بیاره. و نکته بعدی اینه که کالین کسیه که متوجه میشه این خنجر از لیتر فینگر رسیده و خب اونم انگار توی شرط بندی که با تریون داشته تونسته اون خنجر رو
به دستش بیاره که بعدن هم خب نت میره صحبت میکنه و اونا همه این قضیه رو رد میکنن و اینجاست که خود ندستارک میاد و اون خنجر رو برای خودش برمیداره. ولی خب وقتی که لاترفینگر میاد بهش خیانت میکنه، اونجاست که خنجر دو مرتبه دست خودش میفته و متوجه میشید که تا فصل هفتم این خنجر دست خودش بود و رو نمیکردتش. بعد از اون اتفاقات فصل هفتم هم خب متوجه میشید که این خنجر به برند میرسه و اون کسی که چون نمیتونست مبارزه بکنه میادش رو به آریا میده، میگه تو ازش استفاده کن. حالا یه سری تئوری هم وجود داره که میگن اصلا لیدرفینگر خودش کسی بوده که به خاطر اینکه بیاد از برند یه طورایی مثلا دلجویی بکنه خودش اومده این خنجر رو بهش داده، و خب این مدل تئوری ها مطرح میشه، نمیدونیم درسته یا نه. و از اینجا داستانه که خنجر میفته دست آریا تا انتهای فصل هشتم هم میبینید که دست خودشه. حالا یه نکته مهمی اینجا توی سریال آسف دروگان دیده میشه. نکته اصلی اون جاییه که آلیسن با اون خنجر میزنه و دست رنیرا رو میبره و خون اون روی اون خنجر ریخته میشه. حالا این چند تا نشونه مختلف داره. یکی اینه که اون خنجر با خون رنیرا آغشته شده و دیگه روش مونده و این داره نشون میده که یه ارتباطی بین جان اسنو و خطش رو بگیریم بریم عقب میرسیم به رنیرا، داره اون پیوند خونی رو نشون میده. پس نشون میده یه طورای جان اون شاهزاده موعوده. از طرف دیگه وقتی که آریا میاد با اون خنجر نایت کینگ رو میکشه و خب شاید بگید که اون از اون نسل نبودش که تونست نایت کینگ رو بکشه، شاید یه طوری به خاطر اون خونی که روی خنجر ریخته فقط همون خون چیزی بوده که برای پیشگویی کافی بوده و اینطوری تونسته باهاش اون نایت کینگ رو بکشه و از بین ببرتش. نکته بعدی برمیگرده به چی؟ برمیگرده به دنیرس که در موردش بخوایم صحبت بکنیم، اون کسیه که بین دریا از طرف دیگه نمک به دنیا میادش و خب جزء این خاندانم هست و اگه به جانم بخوای نگاه بکنیم اونم جزء این خاندان و این خون و توی رگای خودش داره و حتی شمشیر لایت برانگر هم مثلا اون همراه خودش داره و اینطوری داره نشون میده که این دوتا جفتشون باز مرتبه جزء اون کاراکترهایی هستن که میتونن تو پیشگویی بوده باشن. حتی در مورد آریا میان این تئوری رو مطرح میکنن که میگن احتمال داره اونم از خون اگان بوده باشه، یعنی اینکه تو اون شجرنامه به هم ریخته ای که دارن احتمال داره که این خون وارد خاندان اونا شده باشه و اینطوری توی رگای خود آریا هم وجود داشته باشه. البته اینا خب نکته هایی بودش که میمدن مطرح میکردن تا یه طوری اتفاقاتی که آخر گیم آف ترونز افتاده یه طوری بیان بعدن توجیه بکننش، ولی الان با توجه به اون چیزایی که ما داریم توی سریال آس آف دراگون می‌بینیم متوجه دارید میشید که روی این خنجر این پیشگویی زیاد دارن مانو میدن. پس مشخصه یه هدفی دارن تا بیان اون فصل 8 اتفاقاتی که افتاده یه طوری احیا کنن و احیا شدهشو به ما نشون بدن. نکته مهمی که الان وجود داره اینه که قرار سریال جان ساخته بشه و اینو میدونیم که خود مارتین اومد و تایید کردش که گفت قرار این ریتم داستان ادامه داشته باشه و قرار یه اسپیناف بریم. و نکته مهمتر اینه که احتمال داره که بالاخره اسپینافی که میخوام به ما نشون بدن یه نقش منفی توش باید وجود داشته باشه، یه درگیری رو به ما نشون بدن. همیشه این چیزی که توی سریال گیم آف ترونز دیدیم توی هاوس آف دراگون هم وجود داره و خب احتمال خیلی زیاد نایت کینگ کاراکتریه که احتمالاً برمیگرده و قرار دو مرتبه جان با اون روبرو بشه تا اون پیشگویی رو تکمیل بکنه و کشته شدن اون به دست جان باشه. و خب این چیزیه که همه انتظارش رو داریم تا ببینیم، یعنی این سریال اسپینافی که از جان قرار ساخته بشه واقعا همون چیزیه که میتونه تمام اون اتفاقات بدی که توی فصل 8 افتاد و بذاره کنار و پیشگویی رو کامل بکنه و بتونیم یه دوئل تن به تن بین جان و نایت کینگ رو ببینیم. و خب چون اسپینافه و کاراکترهایی که دور جان هستن و دو مرتبه اضافه بشن شخصیت‌های دیگه هم احتمالاً وارد سریال میشن و نکته مهمتر اینه که احتمالاً آریا هم برش میگردونن، چون اون کسیه که خنجر دستشه و این خنجر همون وسیله‌ای که باید باهاش پیشگویی رو تکمیل کرد و احتمالاً اونو قرار به جان برسونه. و نکته مهمی که وجود داره اینه که چون قبلا با نایت کینگ مبارزه کرده دو مرتبه بیادش اونجا یه بار دیگه با نایت کینگ درگیر شه. و خب با توجه به اتفاقاتی هم که توی سریال هاوس آف دراگون داره میفته و توجه زیادی که داره به این خنجر از طرف دیگه این پیشگویی میشه، میشه این قضیه رو حد زد که قراره توی فصل‌های بعدی بیشتر روش مانور بدن، در موردش صحبت بکنن و حتی بیان شاید یه جورایی نشون بدن که این خنجر از چه زمانی مفقود شده و کنار رفته. شاید یه پادشاه این وسط پیدا بشه که به این پیشگویی هیچ اهمیتی نده و نخواد بهش توجه بکنه و اینجا جاییه که اون خنجر دیگه اون اهمیت خودش رو از دست میده. و بعد ببینیم این سریال قراره که تا کجا ادامه داشته باشه و قراره چقدر این نسل بر ما جلو ببره و چه اتفاقاتی رو داخلش ببینیم. و این میتونه خیلی کمک بکنه تا فصل 8 رو کاملا احیا بکنن و بتونن طرفدارا رو حسابی راضی بکنن. در مجموع امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشی. حتما نظر و تئوری اگه توی ذهنت داری توی قسمت کامنت ها با هم در میون بذار و
و حتما هم یادت باشه که یه لایک به ویدیو بدی، کانال ساب بکنی، زنگولی نوتیفیکیشن حتما روشنش بکنی، چون این دست ویدیوها زیاد درست میکنم. اینطوری میتونی خیلی راحت بیای تو کانال و ویدیو جدید تماشا بکنی و بررسی قسمت دهم سریال هاوس آف دراگون برات میذارم اینجا. اگه این سریال دیدی برو این بررسی هم نگاه کن، امیدوارم که خوشت بیاد. و خب دیگه حرفی هم نمیمونه، تا ویدیو بعدی بدرود.